متوجه نشدن تو برای ایشون که دو زبانم فرق داره که اصلا یه داستان دیگه است، یعنی یه مدیتوری مثل مترجم هست که معلوم نیست همون چیزی که میگه رو منتقل میکنه، تازه همزبانم باشن به قول شما سطح درک اون ممکنه جور باشه که اصلا مترجم نشد. بله ایشون فرمودن من دارم تو اون توضیح میدم که شما توجه کنید، حتی ایشون تیتر رو عوض کنید بعد یه جان بعد ذکر بشه که مثلا در این مطالعه کسی به علت فلان و اینا اینا از مطالعه هست نشد یا آسیب ندید، یعنی اتیک رو باید رعایت کرده باشید. از اون مولانا من اخیرا این نکته رو بردم که آزمون ها باعث التهاب و درد اینا نشه. مورد من زیاد صحبت نمی کنم، فقط رسه تا نکته های دکتر سانی گفتن که من لازم میدم جواب بدم، نه اینکه حالا من میخوام صورتی جور دیگه مطرح کنم. عنوانی که ایشون انتخاب کردن به اون عنوان جدیدی هست، همیشه اعتقاد داریم که هر چیزی علمه، حالا اینکه در فیلد ورزشی افرادی به عنوان فیزیوتراپیست وارد این قضیه بشن به صورت حرفه‌ای کل ماجرا بسیار خوبه، در مورد تایید همین بوده نگارش شده نوشتن. اینکه این همیشه یک سری افراد نمیگم قربانی میشن، من حتی وضعیت این دوستان رو شاید جلوتر است یه سری افرادی که بعداً میخوان قبول بشن تو این رشته میدونن تلاش کردن سعی کردن به این نشه رسیدن، ارتباط با ورزش بسیار سخته، با فرهنگ دیگه هستن، در حال و هوای دیگه هستن، اینکه از یکی از جایگاه علمی بخواد بره اصلا بخواد خودشو توجیه کنه برای اونها کار بسیار سختی هست، همین رو قبول داریم به حال این وجود داره. شاید که ما بتونیم یه مقداری با در واقع فارغ التحصیل دانشجویان بتونیم اینو تغییر بدیم، نگرش‌ها رو علمی‌تر کنیم، یکمی همزبان‌تر بشیم. البته من خیلی خوشبین نیستم این همزبانی با گروه‌های ورزشی، ولی در هر صورت این هست. یه چارچوبی هنهای دکتر مشخص شده، حالا خوب و بد من کار ندارم، فکر نمی‌کنم بعد همه چیز واضح و روشن هست. هر پایانی می‌تونه دو تا استاد راهنما داشته باشه، دو تا مشاور. هیچ کسیشون رو ممنوع نکرده، من نکرده، شما استاد راهنمای مشاور نمی‌تونید بردارید. استاد بخشم، استاد مشاور آمار نمیتونید بردارید. این تشخیص خود تیم هستش که آیا ایشون میخواد یا آیا ایشون نمیخواد، آیا این کاری که داره انجام میشه از توان این دانشجو هست. در دانشگاه باید افرادی باشن آماری که بتونن کمک بدن. منتها واقعیت اینه که ما جایی دچار مشکل میشیم با بعض از دوستانی که میگیم از بیرون جاهای دیگه میان که مشاوره یعنی چی؟ مشاوره آماری یعنی مشاوره پایان. این مقدار اینو ما رو دچار آسیب میکنه. این من فکر کنم شرط
نمیدونم درس شرح وظیفه است که هر کسی باید بدونه در چارچوبی که هر چیکار باید بکنه. این یک مقداری با هم اینتراکشن میشه که اگه من دارم کاری رو برایشون انجام میدم آماری، پس من باید در کار با عنوان مشاور باشم، وگرنه کاری نمیکنم. به حال این مشکل ما داریم. علاوه بر زمان بندی مشخصه که باید بیاد، که بعد دانشجو فارغ التحصیل بشه. خب ما فرهنگ ایرانی این دیگه آخر کار سعی میکنیم که همه کار رو با هم انجام بدیم، در از یه هفته پایان‌نامه رو بخونیم در ده. اما این مدیریت زمان چیزی هست که دانشجو باید یواش یواش یاد بگیره. حالا دوره دوستان که 88 هستن، ایشون دومین نفری هست که از این دوره فارغ التحصیل میشن، واقعا به علت‌های مختلفی شاید. حالا دیگه من اونو خیلی قبول ندارم واسه. نه گذشت. بله من خب یه سری به هر حال ضرباتی به همه بوده. برای شما بوده. برای همه بوده. برای همه دوستان بوده. به هر حال این اتفاق افتاده بود بعد بیام جلو اینها. اون تو این قضیه رو یه مقداری باید بهش توجه کرد که دانش کارشناسی ارشد اون یک مدیریت زمان باید یاد بگیره و دوم وارد یه کار تحقیقاتی باید بشه. یعنی همین فهمش کنیم فهمیم حالا داره می‌نویسه چجوری فلان اینها داره یک پایلوت میکنه، شاید بهتر این باشه که این در لیسانس کارشناسی انجام بشه که دانشجوی کارشناسی ارشد بعد بتونه بدون چی میخواد بنویسه، که بعد پی اچ ما هنوز الان تو پی اچ مشکلی داریم، مشکل شما در پی اچ داریم. بعد در هر صورت این چارچوبی که به عنوان یک کار تحویل گروه داده میشه کاری هستش که مثلا خود شما به عنوان استاد مشاور که تو این کار بودی شاید همین پونتو بیده خواهی مثلا اگه نوشین بیشتر بنویست های دکتر دادم وقتش کم بودی تو بخور مدیریت زمان کل تیمه خانون سفری به تمنه دیده نمیشه تیم دیده میشه با که من خودم جزدشو میدنم خانون میخونم خانون فقط میگن در یه قاعده دیگه دارم صورت کرد. اما اینو پذیرفته هست، یعنی ما کار خیلی عجیب و غریبی از دانشجو انتظار نداریم. همین کار رو یعنی در واقع چیزی که نگاره شده برای کارشناسی ارشد که بتواند در یک کار تحقیقی مشارکت داشته باشه، یاد بگیره باید چیکار کنه که برای دوره‌های تحقیقی بعدی آماده بشه. واقعا کاری که الان می‌بینیم از دانشجو مثلا گروه فیزیوتراپی دانشگاه تهران بیشتر از این حدیه که انتظار هست. حالا من نمی‌دونم داورهای از چیزی حالا من دفاع کنم از قضیه های دکتر بعد خوبه رجاله نیست. نه خواهش بکنم. و واقعیت این هستش که در دانشگاه‌های نه یعنی فیزیوتراپی در کشور ما جلوتر از اون چیزی که برای تعریف میشه داره قدم برمیداره. سختگیری حالا من ندام هست یا نه. در هر صورت وقتی که به شما میگن مقاله میره چاپ میشه یعنی چی؟ یعنی این کار به حال ارزشی داشته. یه جا دیده شده. این توقعات به حال ما در جمع میبینیم که آیا برآورده شده یا نشده. به حال چارچوب مشخصه، وظایف مشخصه، کی شروع کنن کی بدنید. منطقه خب ما همیشه یه مقدار دچار اون روابط میگم خیلی فرمال هستیم و حالا عیب نداره، حالا یه کارش میکنیم، حالا برست. منطقه که آدم میبینه که اینها یه مقدار آخر باعث آسیب و ضرری میشه برای هر دو طرف. هم دانشون همین که کاش که یاد من نظر ممکن بگم که کاش که من اونجا این کار رو نمیذاشتن انجام بشه. الان ایشون دیگه تکلیف روشن بود و مشخص برای خودش حداقل و من خواستم توضیح بدم که حالا داستان ها برقرار ترس دادی و اما ما باید براش نداشت. خب خیلی ممنون. اگر که صحبتی نیستش من اجازه میگیرم از اساتید که و حضور محترم اگر زحمت حضور محترم نشید بدارم بیرون فقط اساتید و راورها بمونم خود خواهم سفر بشید که شور انشاءالله بشه نورهشون بعد خبرتون میکنید که نورتون نگاه